عرض ادب و احترام خدمت شما. من فرزین معینی هستم از طرف انجمن مهندسی فناوران خدمت همه شما خوش آمد عرض میکنم و از طرف های مهندس امانی، خانم حیران و همه همکارانشون خیلی خوش اومدین به این وبینار برای الکتریشن. و هدف اصلیمون اینه که یه معرفی کلی در رابطه با این موضوع داشته باشیم. اولین چیزی که تو این وبینار در خدمتون خواهیم بود سه تا موضوع در رابطه با چجوری میتونیم توی کانادا الکتریشن بشیم و این امتحان رو بدیم، چه کتابهایی رو باید بخونیم و احتیاج داریم، و نهایتاً چجوری آماده بشیم برای این امتحان و این کلاس ها. مهمترین آیتم هایی رو که در حقیقت شما برای ثبت نام نیاز دارید که تهیه کنید و امتحان رو شروع کنید، یکی رزومه هست که من توضیح میدم باید چجوری تهیه کنید، یک کپی از حالا یا پاسپورتتون یا درایور لایسنستون یا پی آرتون، یک فرمی هست به اسم TA که بهتون نشون خواهم داد، این فرم رو هم باید پر کنین، یه دونم کپ چارت که اون رو هم بهتون نشون خواهم داد اون رو هم باید پر کنین. اگر کالجی رفتید، مدرسه رفتید و جایی رفتید، این رو هم در حقیقت باید پر کنین و براشون بفرستین. و اگر نامه ای رو در حقیقت از محل کار در ایران و یا در اینجا دارین، این نامه ها رو هم از اون شرکت ها بگیرید و در حقیقت بهشون تحویل بدید. چیزی که در حقیقت شاید بد نباشه ببینین، این مهمترین آیتم این آنتاریو کالج آف تریده، این علامت و این آرم رو خواهش میکنم به خاطر بسپارین. اگر میخواین توی اینترنت برین و به اصطلاح این مبحث رو پیدا کنید و شروع کنید این کار رو، در حقیقت اگر آنتاریو کالج بزنین وبسایت دیگه‌ای برای شما میاد. شما توی وبسایت آنتاریو کالج آف ترید باید برید و در حقیقت کد 309 رو میزنین و برای شما یک سری لینک هایی هست که این فرم ها میاد. این فرمی هست که ترد ویلیانسی اسسمنت که اولویت میکنه شما، مشخصاتتون از شما میپرسه و اینا همه رو شما توی این قسمت مینویسین، پر میکنین، براشون میفرستین. و یه دونم این کمپسیتی آنالیزس هست که به اصطلاح به کپچارت معرفه. تمام اکتیویتی هایی که در رزومه خودتون شما مینویسین باید توجه داشته باشید که حتما قسمتی از این رزومه توی این آیتم هایی که در اینجا وجود داره که این 5-6 صفحه است، من یه صفحه نمونه شو براتون گذاشتم، توی رزومتون هم بخونه با هم دیگه. زیر هر کدوم از این در حقیقت آیتم ها رو که شما کار کردید باید امضا کنین و حداقل باید 75% تا 80% مواردی که اینجا هست رو شما کار کرده باشید امضا کنین که آقا من تو این زمینه ها کار کردم و با رزومتون بخونین. و بعد از اونی که این دوتا فرم رو پر کردین، رزومتون رو تهیه کردین، با کلیه مدارک اینا رو ارسال میکنید به آنتاریو ترید و اونها برای شما یک تماس میگیرن، مبلغ 226 دلار فکر میکنم باید پرداخت کنید برای بررسی اسناد و مدارکتون و بعد از اونی که 154 دلار بعد از اونی که اسنادتون مورد تایید قرار گرفت و شما برای امتحان تایید شدید، اپروف شدین، به شما اعلام میکنن که یه مبلغی رو برای امتحان پرداخت کنید، اون فکر میکنم 260 دلار باشه، تغییر میکنه البته. و بعد از اینی که این
دوتا مرحله رو پشت سر گذاشتین، شما آماده این که جا رو رزرو کنید و در استان آنتاریو هر جا که نزدیک هستین به مرکز امتحانی برین و این امتحان رو بدین. امتحان در حقیقت از ساعت 9 صبح در حقیقت شما اونجا حضور دارین، هیچی اجازه ندارین با خودتون ببرید، حتی آب هم ایراد میگیرن، ظرف آب، و شما کتاب و نمونه سوال امتحانیتون، چارتایی که و جداولی که در حقیقت توی اون باید امتحان بدین بهتون داده میشه، و یه فرم پرسشنامه است که این کنکور این علامت ها رو میزنین و تست ها رو میزنین و تحویل میدین. یه دیکشنری هم اونجا برای زبان های مختلف هست، اگر مشکلی پیدا کردید بهتون داده میشه دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، که شما اونجا میتونین اگر لغتی رو باش مشکل دارین اونجا پیدا کنین، و کتاب هم در اختیارتون میذاره. دومین موضوعی که الان باید بررسی کنین چه کتابهایی رو در حقیقت امتحان میگیرن. سه تا موضوع اصلی در این امتحان میاد که البته خودشون به پنج قسمت تقسیم میکنن، وقتی هم جواب امتحان شما رو میدن این پنج قسمت رو میفرستن، اما منبع کتاب ها اونها در حقیقت بر اساس آیتم برق جدا میکنن، ولی به لحاظ منبع یک همین کانادا به اصطلاح الکتریکال کانادا یعنی الکتریکال کد بوکه، که این کتاب از سال 1927، شاید جالب باشه بدونین که اولین بار در کانادا منتشر شده و هر سه سال یک بار بر اساس یک سنت قدیمی این کتاب تجدید چاپ میشه، و یه مدت به خاطر جنگ جهانی دوم و اینا این اتفاق انجام نشد، و الان 25مین در حقیقت دورش هست که داره منتشر میشه و مال سال 2021. سوالات در حقیقت از سال 2018 و 2021 تقریبا کتاباشون مثل همن، خیلی تفاوت آنچنانی نمیکنه، ولی 2018 با 15 و 13 کمی تقریبا 200-300 صفحه اضافه شده، تفاوت داره. و دومین کتاب در حقیقت یک هندبوکی که ما تو این دوره‌ای که هست این هندبوک رو بهتون خواهیم داد و براتون ارسالش میکنیم. جدای از بحث هندبوک، یک سری کتابی هست که در حقیقت مال سیفتیه، که Workplace Hazardous Material Information System یا به ویمس معروفه، و این ویمس در حقیقت کارش اینه که مسائل سیفتی کار رو به شما یاد میده، و معمولا از این کتاب 3-4 تا سوال رو حداقل دارین شما، که ما این کتاب ویمس رو خودمون، من پی دی افش رو دارم برای بچه ها خواهم فرستاد، و این کتاب کدبوک رو هم در حقیقت برای هندبوکش رو هم باز من دارم به بچه ها خواهم داد، ولی کتاب الکتریشن کدبوک رو باید خودتون تهیه کنین، نزدیک $185 تا $200 قیمتشه، که الان من این در حقیقت کدبوک سال 2021 که الان اومده، همینجوری که میبینین مال شرکت CSA هست. این CSA گروپ در حقیقت با همکاری دولت گاورمنت این رو هر سه سال یک بار ایشو میکنن و در اختیار بچه های برق قرار میدن، و سوالات هم عمدتا از همینجا در حقیقت مطرح میشه. این مال سال 2018 هست که من گفتم ببینین چیزشون رو، فرق جلد کتابشون رو حداقل ببینین، ولی این هر دو در حقیقت 1000 صفحه تقریبا کتابه. وقتی که اون کتاب رو بخرید یک الکتریکال کویک بوک هم باش میاد که
از شرکت CSA که خرید میکنین، و این برای اینه که بعد از اونی که شما لایسنستون رو گرفتین چیزی رو داشته باشین که توی سر پروژه ها اگر خواستید کابلی رو سایز کنید یا برای کاندویتتون مثلا بخواید تعداد کابلای مجازی که میتونید توش عبور بدین، چند تا سیم میتونید توی جانشن باکس بیارین، یا ارتفاع نصب بعضی از تجهیزاتتون رو لازم داشته باشید، برای موتوراتون بخواید چیزی رو سایز کنین. در حقیقت این یک کویک بوکه که این جداول اصلی و این مسائلی که شما بیشتر ازش استفاده خواهید کرد رو به شما خواهد داد و میتونین ازش استفاده کنید. این هندبوک هندبوکیست که در سال 2015 باز خود شرکت CSA گروپ داده. من اینو دارم، به بچه‌هایی که ثبت نام میکنن من این کتاب رو توی پکیج که اون پکیج رو در آینده بهشون میدیم، شامل یک سری جزوات و یک سری کتاب ها و مدارک دیگه ای هست که برای امتحان لازمه داشته باشن. اینا رو ما همه رو من بهشون خواهم داد. این هم کتاب ویمسه که حالا این کتاب سیفتی، شما میدونین که بحث HSE یا سیفتی یک بحث خیلی مفصلیه و دوره های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داره و کتابش چندین نمونه کتاب برای این هست. من یک کتاب سیفتی داشتم که تقریبا هم بحث کارهای اداریه و هم کارهای اجراییه و این کتابی که الان میبینید یک فصل از اون کتابه. من این رو برای بچه ها تهیه کردم و توی اون پکیج گذاشتم و براشون میفرستم. اون فصل رو بچه ها برای این امتحان اون فصل رو خواهند خوند، اما من گفتم شاید دوست داشته باشن کلن با بحث سیفتی و مسائل هلتن سیفتی توی کانادا آشنا بشن، من این رو هم بهشون میدم. این هم جزو مدارکیست که در حقیقت پکیجیست که ما خدمت دوستان ارائه خواهیم داد. یه کتاب دیگه هم باز براتون آماده کردم، کتاب Industrial Electrical Pre-Exam Test Book که اونایی که یه خورده با مبانی برق کمتر آشنا شدن یا مسائل اجرایی کمتر میدونن، این کتاب رو هم من براشون فرستادم که خواهم فرستاد که بتونن بیشتر آشنا بشن با تستا و با مسائلی که توی امتحانات هست. این بد نیست، کتاب از نظر تست نزدیک 600-700 تا 1000 تا تست داره که توی مقاطع مختلف از جای مختلف کتاب سوال کرده. تقریبا ما همه رو موارد اصلی رو در دوره درس خواهیم داد و همشون رو کار میکنیم. چیزای اضافه هم میدیم که کسایی که بیشتر دوست دارن کار کنن بتونن این کار رو انجام بدن. چیزی که حالا توی این دوره‌ای که میخوایم در حقیقت قسمت آخری که من توضیح میدم، چیزی رو که میخوایم در حقیقت توی این دوره کار کنیم این هست که اول این رو من بگم، تمام دوستان با هر مدرک تحصیلی و یا با هر سنی امکان گرفتن این لایسنس رو دارن و اصلا هیچ محدودیتی به لحاظ این قضیه نداره، ولی فقط شما باید نشون بدید که در ایران و یا مثلا هم ایران و هم کانادا شما 4-5 سال یعنی حداقل 8000 ساعت تا 9000 ساعت کار اجرایی کردید، کار برق کردید، که اینها یک سری رزومه ها و عین پی انج دیگه، همون مثلا پروسس دیسکریپشن هایی که برای درس اونجا تهیه می‌کردین یا رزومه هایی که تهیه می‌کردین برای مثلا پی انج، اینجا هم همین جوره، یا حالا برای لایسنس های دیگه اینها رو تهیه می‌کنین. کسانی که در اینجا اومدن و پناهنده شدن و امکان ارتباط با ایران ندارن، اونها هم یک نامه جداگونه می‌نویسن و اعلام می‌کنن ما کانتکت در ایران نداریم و مدارکشون رو به یک صورت دیگه ارسال میکنن. خود فرایند ثبت نام یه فرایند شاید مثلا یه هفته در روز بختگیریه، چون هر کسی شرایط کاریش و چیزش ممکنه متفاوت باشه، در حقیقت ربطی به دوره ما نداره و شرکت فناوران هم آقای مصعبانی گفتن ما به دلیل مسائلی که پیش اومده خیلی راغب نیستیم که بیایم مثلا
از هر نفر یه مبلغی رو بخوایم بگیریم و براشون کار ثبت نام انجام بدیم. ولی من خودم جداگونه خارج از این داستان اگر بتونم کمکی بکنم به بچه‌ها در آینده خواهم کرد، در نتیجه در رابطه با اینکه چجوری این فرم ها پر میشه و یا این فرم ها چجوری ثبت نام میشه، حقیقتش مربوط به این دوره ما نیست. برای همین من خواهش می‌کنم تو این قضیه دیگه ما بیشتر از این ورود نکنیم و سوال نکنیم. بعداً اگر در خدمتتون بودیم و یا من تونستم کاری براتون انجام بدم، جداگونه من در خدمتتون خواهم بود. ولی گفتم این توضیح رو بدم که هیچ ربطی نداره به اینکه شما چه مدرکی دارید و یا چه سوابق غیر مرتبطی داشتید. همین که بتونین نشون بدین که من در حد 4-5 سال اینجا یا در ایران کار کردم، برای اونها کافی. چیزی که در حقیقت خیلی مهمه، همینجوری که میدونین این کتاب 1000 صفحه‌ای در هیچ کجا در کانادا به عنوان یک کتاب درسی یا کورس دانشگاهی تدریس نمیشه. در حقیقت این یک استاندارد، مثل همه استانداردها، مثل استاندارد BS، مثل IEEE، مثل FADE، مثل تمام استانداردهای دیگه، یک کتاب استاندارده که مهمترین موضوعش اینه که شما چجوری نویگیت کنید، یعنی how to navigate of the codebook. مهمترین موضوع اینه که شما چجوری اصلا بتونید این مسائل و مشکلاتی که دارید در طول کار اجراتون و یا سوال امتحانی، چجوری بتونید این رو از توی دل این کتاب استخراج کنید. که در حقیقت در این دوره ما این رو به شما آموزش میدیم که شما چجوری از این کودبوک میتونید استفاده کنید. مبانی یعنی فاندامنتال و کانسپت برق رو در حدی که شما برای کار الکتریکال لازم دارین ما بهتون میگیم. همینجوری که میدونین این برای تکنیسیان ها در حقیقت طراحی شده و جداولش و تمام این چیزاش و هیچ ریاضی پیچیده‌ای نداره و احتیاج نیست که شما مثلا ریاضیدان پیچیده‌ای مثلا ریاضیدان باشید یا مثلا چیز خاصی داشته باشه. برای همین اون مبانی اصلی برق رو که در رابطه با موتورها و قوانین ابتدایی ترانس ها، کابل ها و تجهیزات برقی هست که شما برای سایزینگ احتیاج به یک سری فرمول ها و چیزهایی دارین، همه اینها رو ما به شما درس خواهیم. یه ریویو میکنیم روی تمام قوانین مهمی که در این کودبوک هست که بیشتر این قوانین پایه اصلی امتحان هستن و بیشتر سوالات از روی این سوالات اصلی میان و در حقیقت در آینده هم برای کار شما بیشتر به همینا، به همین جداول و به همین قوانین احتیاج دارید. یک سری دیاگرام هست که شما یاد میگیرید از این جداول چجوری استفاده کنید، این دیاگرام ها رو چجوری استفاده بکنید در محل کار و در امتحانتون. تمام این جداول و قوانین و دیاگرام هایی که در این کتاب هست، از هر گوشه این کتاب اینا سوال در میارن و مهم اینه که شما قبلا با یه نمونه از این سوالات برخورد کرده باشین و ببینین که چجوری باید برین و این مسئله شو حل کنید و سریع جواب بدین. 4 ساعت مدت امتحانتونه، 100 تا سوال دارین که در حقیقت برای هر سوال 4 دقیقه وقت میدن. قبلا میگفتم اگر وقت اضافه بخواین به شما میدن و منم حقیقت به دلیل اینکه کسی نبود بهم بگه که این قانون دیگه نیست، منم خیلی با آرامش داشتم کار میکردم، گفتم خب من به جای 4 ساعت 6 ساعت راحت میزنم. به من 5 سال آخرم اصلا نرسیدم، مثلا به کسی نبود بهم بگه آن اینا سرم 4 ساعت مثلا برگر از شما میگیرم. برای همین باید قبلا حتما این نمونه سوال رو شما دیده باشید، کار کرده باشین که وقتی که این سوال میاد سریعا بتونین این سوالات رو جواب بدید. 5 تا 6 تا سوال در حقیقت در رابطه با اون هلت اند سیفتی میاد براتون که 7-8-10 تا سوال در رابطه با تجربه کاریه که توی هیچ کدبوکی و یا هیچ جا وجود نداره که ما تقریبا بیشتر اونا رو به شما میگیم از در چه زمینه‌هایی اینها در رابطه با مسائل تجربه کاری از شما سوال میکنن. یه سری چیزای جنرال و عمومی هست در رابطه با این کتاب که اونا رو هم باز ما تو این دوره‌ای که داریم به شما میگیم و خود آنچه که در کتاب وجود داره. یه سری هم در رابطه با مسائل هندبوک و
و یا دیاگرام هایی که مثلا توی کتاب به صورت رول نوشته، ما اینها رو اومدیم به صورت شکل نشون دادیم، مخصوصا مثلا توی جانشن باکس ها، توی پول باکس ها اینا توضیحی نوشته و یه خورده گیج کننده است، اینا رو تبدیل کردیم به دیاگرام و شکل و فرمولایی که لازم داریم. در نتیجه شما به محض اینکه سوال رو ببینین میدونین باید به کدوم رول مراجعه کنین و خیلی سریع این تست رو بزنید. تقریبا شاید بگم آیتم های اصلی این امتحان همین به اصطلاح مبانی کد هست، تابلو جداول هستن، قوانین هستن، اکسپیرینس شما هست و هلت اند سیفتی. در حقیقت شما این پنج تا رو باید بدونین. ما هر پنج تا رو سوالهای نمونه ای که هست میاد، مثلا خود این هلت اند سیفتی نزدیک 400 صفحه کتابه و واقعا شما امکان خوندنشو ندارین، ولی ما معمولا اون سوالاتی که توی دورهای مختلف اومده و بچه‌ها به صورت تجربی اعلام کردن که از چه مباحثیش میاد، ما اونا رو به شما اعلام میکنیم، تو این دوره باهاتون کار میکنیم و دیگه احتیاج نیست مثلا اون رو خیلی بشینین عمیق اون همه کتاب رو بخونید، همون مباحثی رو که ما میگیم میخونید. توی مسئله اکسپیرینس هم تقریبا اون سوالات تجربی که اونا مد نظرشون هست و معمولا روی اون نکات کار کردن رو ما به شما خواهیم گفت. من تا اینجا فکر میکنم تمامی آنچه رو که میخواستم خدمتون عرض کنم رو گفتم. اگر که دوستان سوالی دارن من در خدمتون هستم. بفرمایید این دوره چند ساعت تدریس هست؟ برای ثبت نام و دوره اینا همین که خانم حیران در حقیقت درگیر این موضوع هستن با شما، 14 جلسه ما برای این فعلا برای این دوره پیش بینی کردیم. این 14 جلسه به دلیل اینکه با توجه به خود تجربه‌ای که من خودم داشتم از وقتی که درس خوندن و کار کردن رو من شروع کرده بودم تا به امتحان رسیدم، مدت زمان خیلی طولانی طول کشید و بعضی از بچه‌ها من می‌دونم که ممکنه یادشون بره نکاتی رو اینا رو. یه جلسه رو من گذاشتم که بچه‌ها که ثبت نام می‌کنن یه شب دو شب قبل از امتحانشون اون برگه ثبت نامشون که چه ساعتی و چه روزی و کجا امتحان دارن رو بهتون یه برگه میدن، اون رو که برای من بفرستین من اسکیجول میکنم یک جلسه برای شب امتحانتون یه دو روز قبل از امتحانتون برای اینکه ریویو بشه و نکات کلیدی رو نکات طلایی رو من اونجا باهاتون کار میکنم و 14 جلسه هم در حقیقت طول این دوره هست که فعلا دو ساعته. با توجه به اینکه شما چقدر کشش داشته باشین و دوستان چقدر علاقمند باشن و یا ببینیم سطح بچه ها مثلا به چه صورتیه، این رو ممکنه بیشترش کنیم، ساعت ها اونو بیشتر کنیم، واقعا بستگی به خودتون و علاقه خودتون داره. من باید مطمئن بشم که شما آنچه رو که لازم هست که این امتحان رو برای اولین بار برین امتحان بدین و پاس کنید تا این اطمینان رو نداشته باشم، جلسات رو تموم نمی کنم. حالا ممکنه بجه دو ساعت بشه سه ساعت، ولی دوست دارم که برای اولین بار که میریم سر جلسه امتحانتون رو پاس کنید و به بار دوم نرسه. گرچه خیلی بار سوم چهارمشونه که دارن میرن امتحان میدن، ولی من استراتژی خودم اینه که واقعا بیشتر از یک جلسه شما بیشتر یک دفعه امتحان ندید و بتونید این رو پاس کنید. چه روزایی در هفته و چه ساعتی میفرستید؟ اونش دست خودتونه. وقتی که شما ثبت نام کردین، مثلا این گروه 15 نفری رو حد اکثر ما گروهامون سعی می‌کنیم بیشتر از 15 نفر نشه، چون من سر کلاس سوال می‌کنم و دونه دونه باید مطمئن بشم که بچه‌ها این رو فهمیدن. قرارم اینه که بیشتر از 15 نفر نشه و اگر شد دو تا گروه درست کنم. هر گروهی که تشکیل میشه از شما میپرسن چه روزهایی رو شما میتونید دوست دارید که چیز کنید. ما هفته دو جلسه این کلاس رو برگزار میکنیم، بیشتر از اونم نمیکشین، چون
وقتی به درس میرسه خودتون احساس میکنید که باید بین کلاساتون زمان باشه که بتونید بخونید و کار کنید روی اون مباحثی که من خدمتتون میگم. این دو روز یا اون چند روزی که میتونید براتون راحت تره و ساعتش رو شما اعلام میکنید. من فکر میکنم مثلا سه شنبه و مثلا پنج شنبه ساعت، یا مثلا جمعه ساعت مثلا 6:30 تا 8:30، دو ساعت مثلا این کلاس ها رو میتونیم داشته باشیم. حالا اگر شما ولی کلاس ها حتما بعد از ظهره که با کار دوستان تلاقی نداشته باشه، مشکلی براتون پیش نیاد. اگر که بعد از ظهر شما احتیاج پیدا کردید برای کلاس، فقط اون ساعتاش رو کافی که به ما بگین و ما بر اساس همون ساعتایی که شما میفرمایید در خدمتتون هستیم. ببخشید که دوستان میخوان جوینشن به میتینگ، اگه امکانش هست اکسپت کنید. آره دوستان فکر کنم موبایلشون قطع و وصل میشه. من الان دوستان همه هستن فکر میکنم. بله ببخشید جانم، در مورد کلاس میخواستم ببینم شما با نمونه سوال کار میکنید یا درس میدید؟ نمونه سوالی هم در کار هست یا هر سه تاش؟ بیس اصلیمون نمونه سواله. بیس اصلیمون نمونه سواله. ببینید این کتاب، این کتاب هزار صفحه‌ای، اگر واقعا بحث آموزش کتاب باشه، من خودم 250 ساعت نزدیک 8 ماه توی هامبرگ کالج این دوره رو گذروندم، باز هم به همه موارد نرسیدیم. برای همین اصلا امکان این که بخوایم فقط بریم جداول و قوانین رو من برای شما و مبانی برق رو مرتب بخوام بگم، اصلا در 14 جلسه نمی گنجه. ما در حقیقت روی نمونه سوالات کار میکنیم و این تقریبا شاید 300 تا سوال مختلف از دوره‌های مختلف که بچه ها گفتن از این سوالات اومده و ما تونستیم پیدا کنیم، این سوالات رو جمع‌آوری کردم من و مبحث بندیشون کردم و بر اساس همین سوالات اون جداول مهم، اون رول‌های اصلی و اون مواردی که در کتاب هست رو بر مبنای سوالات کار می‌کنیم و بعد اون دو سه جلسه آخرم کامل دیگه همش، من فکر کنم 4 جلسه تا 5 جلسه فقط تست دیگه، یعنی مبانیمون که تموم بشه دیگه همش تسته. مبانیمون هم بر اساس تستاست، یعنی اون سوالاتی که اومده بر اساس یک رول و یا جداولی بوده که ما همون جداول و اون رول ها رو نحوه استفاده و محاسبه شو به شما اول باید بگیم، بعد بتونیم بریم تستا رو بزنیم. در نتیجه اصلا پایه این کلاس آمادگی برای امتحان. ببخشید، خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتین. من دو تا سوال دارم. یکی این که من شنیدم که امتحان رو دو بار میتونی بدی، بعد از دو بار اگر پس نکنین امتحان رو، کسایی که سابقه کار از ایران آوردن باید برن کالج. این درسته یا خیر؟ کالج نه، یه پری اگزم میگیرن در حقیقت ازتون، ولی توی آنتاریو من شنیدم تا مثلا سه بار و یا چهار بارم راحت میرن امتحان میدن، ولی برای ایالت های دیگر رو نمیدونم که این اجازه رو میدن شما چندین بار امتحان بدید یا نه، ولی من فکر میکنم اگر به اصطلاح دفعه اول کسی که امتحان میده و دستش میاد سبک امتحان دیگه، اگر دفعه دوم قبول نشه دیگه واقعا داستان داره. ولی ما تو این دوره کاری مبنامون اینه که شما دوره اول بتونید پاس کنید. خیلی ممنون. سوال بعدی اینه که من ثبت نامم رو کردم، مبلغی که شما فرمودید الان مبلغ واقعی که من پرداخت کردم $265.55 دسامبر 2021 من واریز کردم. درسته. که این رو واریز کردم، یه زنگ زدم اونجا و پرداخت کردم. حالا تقریبا یه دو ماهی میشه منتظرم که مدارکم بررسی بشه و معلوم نیست چقدر زمان بره بررسی مدارک تایید بشه برم برای امتحان. دوست. این مبلغ رو خواستم دوستانم بدونم، شما فرمودید که مبلغ رو، اینه خواستم دقیقش رو خدمتتون عرض کنم. درسته 266 درسته.
بله. بعد از اونی که تایید کردن مدارکتون رو، بعد از شما میخوان که پول امتحان رو واریز کنی. الان پول بررسیه. بله. بعد از اونم یه پول دیگه 154 یا نمیدونم $260 دوباره از شما میگیرن که دیگه شما از اون به بعد میتونید بوک کنید امتحان رو. درسته. بعد سوال بعدی که هزینه دوره رو میخواستم ببینم بابت این 14 جلسه که فرمودی چقدر هست، معلوم شده هنوز یا اینکه خیر؟ من ولو فکر کنم خانم حیران بیشتر در جریان باشن، روی $350 صحبت میکردن، ولی کتاب ها و چیزایی که من به شما میدم رایگانه. درست. خیلی ممنونم. مرسی. دوستان دیگه سوالی چیزی هست؟ بخشید من یه سوال داشتم. من در خدمتتونم. من شنیدم که اگر به آنتاریو کالج بگی که من زبان انگلیسی زبان دومه، شما میتونید یه مترجم با خودتون ببرید و تایمی هم که به شما میدن دو برابر تایم عادیه. این صحت داره یا نه؟ من بعید میدونم. برای امتحان لایسنس بعید میدونم. برای اینکه اگر شما زبان رو ندونید بعد بعدن چجوری میخواد از این کدبوک استفاده کنید که بحث زبان دونستن نیست. شما میسین که اون موقع بهشون بگید که من انگلیسی زبان اولم نیست، یعنی زبان دوممه، زبان مادریم نیست. خب میتونید یک نفر به عنوان مترجم، حالا میتونه حالا هر کسی باشه، منتها مترجم باید تعهد بده که هیچ وقت امتحان مثلا الکتریشن نخواد بده و اونو میتونی با خود ببری و دو برابر یا دو ساعت اضافه ترم تایم بهت میدم به خاطر اینکه زبان دومه. اینو من تا حد زیادی مطمئنم، ولی گفتم یه بار دیگه سلام دوستان دیگه. سلام، وقت شما بخیر. صدای من داری؟ بله بله، بفرمایید. من خواهش می‌کنم، من اینو تجربه که داشتم برای امتحان لایسنس همسرم که لایسنس آرایشگری دادم تو کالج آف تریدز اونتاریو، من به عنوان مترجم رفتم، اتاق دادن به ما، یعنی چند تا حالت اتاق کوچیک کیوس کنن داشتن که مثلا صدا نده بیرون، ولی زمان رو بیشتر ندادن و مترجم هم برای تاییدیه از مترجم، یعنی از من خواستن که مدارک تحصیلی مصاب، یعنی رزومه رو بدم که بدونن مرتبط با آرایشگری نیست و حداقل هم باید فکر میکنم یک سال گذشته برای کسی ترجمه امتحان رو نکرد باشه. این رو والا برای رایسنس آرایشگری آنتاریو کالج آف ترید من تجربه رو دارم، ولی زمان رو نه، زمان رو همون زمانی که دیگر دادم به ما هم دادن دقیقی هم بیشتر نکرد. بله، چون میگم زمان رو نمیتونن زیاد کنن و بردن این نفر من فکر کنم یه خورده وقتتون رو بگیره، یعنی چون شما باید سریع بتونین به این سوالات جواب بدین و واقعا هم تیپ سوالات یه جوریه که شما زبانم بلد نباشید، من بهتون قول میدم جوری این تستا رو به شما بگم که شما زبانم بلد نباشین بتونین امتحان رو پاس کنید. یعنی زبان خیلی مهم نیست. حالا میتونین این دوره رو بیاین، اگر در نهایت احساس کردید که باید مترجمم همراهتون باشه میتونید مترجم رو هم بگیرید. من میتونم صحبت کنم در مورد خدمتتونم. من برای همین زنگ زدم به مینیتیلی لابر که صندلی رو بوک کنم بعد از اینکه پول رو واریز کرده بودم پول امتحانا، گفتم که زبان دومم هست. گفت ریدر میخوای؟ گفتم بله میخوام، و مدارکو که فرستاد که من پر کنم. مترجمم چون مهندسی خونده بود ایشونا رد کردن، یعنی طرف نباید حتی مهندس باشه، اصلا رشته مهندسی مثل این که قبولی. و در مورد زبان اضافه کردن زمانم به من چیزی نگفتن که میتونی زبان نوبوم مثلا حالا یه دو ساعت اضافه تر کنم. شنیده بودم قضیه رو ولی در مورد چیز اضافه نکردم. در صورت یعنی این که باید طرف
اصلا مهندس نباشه، حتی عمران و مثلا معدن و اینا هم که اصلا رشته های کاملا چیزیه قبول ندارن صحبت کردن. استاد سلام، خسته نباشید. درود بر شما، در خدمتتونم. ببخشید من یه سوال داشتم راجع به سابقه کار هول و حوالی همین 9000 ساعت و 8000 ساعتی که گفتید باید داشته باشید، حالا چه ایران چه کانادا. خواستم ببینم این سابقه کار دقیقاً باید الکتریشن باشه یا مثلا الکترونیک و ابزار دقیق و اینها هم میتونه باشه. مثلا ببینم متنش چی باشه. اصلا مهم نیست مشکل متنشو، اون متنشو بعداً نمونه متنای برای الکتریشن هست. اونها رو باید پیدا کنیم و اونها رو بفرستیم. همین که شما با تولز ها و با قوانین و با چیزا کار کرده باشین، چون اینجا ببینین این کتاب نزدیک 80 سکشن داره و 100 تا جدول داره. این 80 سکشن توش از برق لو ولتیج و الکترونیک برای حتی ریموت کنترل ها و برای کریسمس تری و چیزهای کنترلی ریز توش هست تا ترانس های 750 ولت. در حقیقت زمینه ولتاژی این پروژه، این کتاب برای 309 از 0 تا 750 ولت و از 3 میلی آمپر تا 6 میلی آمپر تا دیگه آمپرهای بالای موجود در کانادا. در نتیجه شما اصلا مهم نیست که اینسترومنت کار کردید. اینجا فایر آلارم توش هست، پیجینگ هست، سولار سل و باتری های خورشیدی هست، توربین های بادی هست، ترانس ها، خازن ها، موتور ها، کل کابل ها، کل سیستم کابکشی شامل کیبلینگ ها و ترمینیشن و جانشن باکس ها و پول باکس ها و ریس وی ها و کیبل تری و کیبل لدر و برقرسانی برای ماشین های برقی، برقرسانی برای سیستم های گرمای سرمایشتونه. همه این پکیجی که با برق در حقیقت در کانادا سر و کار داره شما تو این کتاب داریم. در نتیجه هر قسمتی از این بحث ها رو شما کار کرده باشین، از نظر اونها شما میتونید کار الکتریشن بکنید. ممنون. خواهش کنم. سلام، خسته نباشید. خواهش کنم. صدای من میاد، میتونم سوال بپرسم؟ ممنون. یکی از دوستان پرسیده بود که 2 ماه اقدام کردن، برای من خودم تقریبا 4 تا 5 ماه طول کشید تا اسسمنت هم جوابش اومد و البته تو مرحله اول منو ریجک کردن، گفتم ما نتونستیم با اون شرکتی که شما معرفی کردید تماس بگیریم. آها، یه نامه میگه قبل شما بنویسین و توضیحاتی رو توی اون رزومه نامه پوششی که برای میفرستین سعی کنید یه نامه پوششی بنویسین و اون خلأهایی که در رزومتون و یا کارتون وجود داره توی اون نامه پوششی براشون توضیح بدین. ولی و اگر بتونید کانتکت پیدا کنید، واقعا شرکتایی بنویسین که وبسایتی داشته باشه، نفری باشه اونجا که بتونه جوابگو باشه، واقعا ایداله. حتی اگر شما مثلا، چون اونا از شما که مدرک اداره کار و یا تامین اجتماعی نمیخوان، حتی اگر کسی رو میشناسین که واقعا این کار برای شما انجام میده، بهتر اون شرکتی باشه که یه وبسایتی داشته باشه، اسمش بلخواد زمینه کاریش تو این قضیه مثلا باشه و اون آدم بتونه جوابگو باشه. بله درسته، من همین شرکت من معتبر بوده، فقط چون احتمالا چند تا سیستر کمپانی با هم بودن و اینا تماس گرفتن و تو این مدت منشی ها عوض شدن. چون اخیرا یه شرکتی از کالج آف اونتاریو یا همین ترید آف اونتاریو وارد کار شده جدیدن یک ماهی به اسم اسکای لینک، که یه ایمیل به من زد گفت به ما مجوز میدی که با شرکت هایی که معرفی کردید تماس بگیریم، چون شما اوورسیز بودید اینا، ما بعد از شما رضایت نامه داشته باشیم. و بعد من رضایت رو پر کردم و اینها ظاهرا خیلی به صورت سطحی یه تماسی گرفتن اونجا، منشی گفته نه من ایشونو نمیشناسم، و به من یه ایمیل زدن که نه ما اپرووت نمیکنیم چون شناسایی نشدی. حتی به من ایمیل نزدن که ما با مدیری که شما معرفی، چون ظاهرا خیلی مدیری که شما شماره تلفن دادی یا موبایل دادی؟
من سربرگ شرکت شماره خط اشتباه کردی؟ نه میاد فقط موبایل بدین. اصلا موبایل ندین. اینا رو ندین. فقط موبایل بدین. موبایلم دادم ولی تماس نگرفتن. نه. صرفا سربرگ شرکتی که دادین، سربرگ شرکت و تلفن شرکتی که دادین، اونا به تلفن شرکت به تلفن چی زنگ زدن؟ و بله، اصلا نمیتونست تلفن چی توی شرکتی که 400 نفر کار میکنه، خب اصلا نمیدونه باید با کجا وصل کنه اینجور موقع. من فکر کردم اعتبار کارو بیشتر میبره وقتی مثلا سربرگ شرکت هست. شما فقط موبایل بدین. شما اسم اون مثلا اون کسایی که برگه ها رو برای شما امضا میکنن که تاییدیه کار به شما میدن، ازشون خواهش کنید موبایل اونا رو بدین. آها درسته. یعنی اون برگه‌ای رو که میگیرین سعی کنین اون برگه‌ها برگه‌ای باشه که مثلا توی شرکتی کار کردید، یه مدیر پروژه داشتین، اون سابقه کاریتون رو که میخواد براتون بنویسه ازش خواهش کنید مدیر پروژه براتون امضا کنه و شماره تلفن مدیر پروژه رو اون زیر بنویسین. همون کسی که امضا کرده زنگ میزنن با همون شماره موبایل و با همون هم صحبت میکنن. حالا سوال من مشخصه اینه، شما میدونید چه سوالایی میپرسن؟ چون مدیر پروژه ما برقی نیست، من یه مقدار نگرانم حالا سوال تخصصی بپرسن. نه اصلا سوال تخصصی نیست. اون فقط اصلا اون هم اجازه ندارن بپرسن و چون اصلا نمیشم این کارو کرد، چون شما توی 4 سالی که کار کردید تو هر کجایی که بودید کارهای مختلفی کردید با آدمای مختلف و حتما هم مدیر پروژه یا مدیر عاملی شرکت نمیدونه، اون میتونه کاراشو بگه من تو زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی یا مثلا کامرشیال یا رزیدنشیال من شرکتم فعالیت میکنه و کل کارهای برقی رو ایشون مثلا کار اجراییش رو ایشون انجام میده. درست. و بعد هم بچه حواستون باشه کار مهندسی شما تو این شرکت ها نمی کردین، این اشتباه رو نکنین. شما دارین به عنوان یک الکتریشن ثبت نام میکنین، یعنی کسی که آچار به دست بودیم، کسی که اونجا کار میکردیم، نه به عنوان مهندس طراح. خیلی هم مثلا تو این شرکت های مشاور طراحی اومدن مثلا رزومه رو دادن و خیلی هم خب کار خوبی کردن، ولی خب مثلا طراحی سکوی نفتی با این که مثلا طرف میخواد اینجا پنل و چراغ مثلا نصب کنه میک سنس نمیکنه یه خورده برای طرف. درسته ممکنه شما کانسپت رو بهتر بدونید ولی برای این امتحان جواب نمید. عذرخواهی میکنم یه سوال دیگه هم بپرسم خدمتتون. فرق کسی که الکتریشن داره با کسی که لایسنس داره چیه؟ چون من شنیدم با کسی که مستر داره، ببخشید، یعنی من اگر الکتریشن بگیرم میتونم برم تو خونه یه نفر کار کتابی بکنم. که الان میبینین من گرفتم سوال، این کتاب دو تا لایسنس از روش میگیرم، یکی لایسنس 309A که مربوط به کانستراکشن یعنی در حد خونه های رزیدنشیال و کامرشیال. شما با داشتن 309A که سطح سوالاتش و چیزی که از شما میخوان در حد رزیدنشیال و کامرشیاله و به اصطلاح این دوتا رو شما باید بلد باشید. همین کتاب رو در یه سطح بالاتری از شما امتحان میگیرن و اسم 442 یا اندستریاله که بسته به این که شما به اصطلاح بخواید چه کاری رو انجام بدین میتونین 442 رو بگیرید، اما 309 تقریبا جنرال ترین و بهترین چیزیست که اگر در شرق ها شما میخواین کار کنین بهترینش 309 هست. اول لایسنس گرفتنش خیلی راحت تر از 442 هست. 442 واقعا باید کار مهندسی و صنعتی کرده باشین و خیلی هم جنراله و حتی خیلی از جایی که حتی اندستریال هم کار میکنن 309 رو قبول میکنن چون کارهای معمولی روزمره شون و مینتننسشون با 309 قابل انجام. بعد رد سیل هم میفرمایید بره رد سیل هم رد سیل ببینید شرکت هایی که در بعضی از استان ها مثل استان آنتاریو کالج آف ترید اجازه داره که اگر شما نمرتون از 70 فکر میکنم یا 75 بیشتر بشه به شما رد سیل میده، یعنی به شما اجازه میده که در سر تا سر
کانادا با این لایسنس کار کنی. اگر بین 60 تا 70 بشی دیگه رد سیل به شما نمیدن و فقط میتونی در اونتاریو کار کنی. از امتحان جداگانه ای نباید بدین. همینو شما 70 به بالا که میگیرین برای شما یه برگه میاد میگه پس کردین، یه کد رد سیل هم بغلش براتون میاد میگه رد سیل کدتون اینه، کد لایسنستون هم اینه و با این دوتا در حقیقت شما میتونی کار کنی در داخل کل کشور کانادا. خیلی ممنون. خواهش ببخشید من یه سوال داشتم. که در اختیار ما میذارید، شما فکر میکنید ما به رد سیل میرسیم یا در حیطه اصلا به رد سیل نرسیم که اصلا کشتمتون. سوال مطمئن باشین ما جوری کار میکنیم که شما اصلا باید بالای 80 بگیرین. شما از همین الان فکرتون رو بذارین برای بالای 80. ممنون میشم. خانم ببخشید حرفتون رو قطع کردم. ببخشید من در رابطه با سابقه کار یه سوال داشتم، نامه سابقه کار. میخواستم بدونم که نامه سابقه باید یه فرمت خاصی داشته باشه، یعنی اینکه مثلا یه شرکتی که میخوام ازش نامه بگیریم ویژگی خاصی داشته باشه یا یعنی اینکه نه. نه، بشه یه جوری پیداش کرد. ببین اون نامه‌ای که میگیرین اسم یه شرکته، زیرش هم یه نفر امضا کرده. محتویاتش رو هم باید بر اساس اون سوابقی که شما مثلا میخواین الان ارائه بدین بر اساس اون خودتون بنویسین نامه رو بفرستین، بگین اینو بذارم براتون تو اون سربرگ، اون آشنایی که دارین براتون امضا کنه، موبایلش هم زیرش بنویسه براتون بفرسته. همین. درسته. خیلی ممنون. اجازه بدین بیشتر از این من توی وبینار برای شما توضیح ندم این مسائل. بله بعداً در خدمتتونم. سلام، دست شما درد نکنه بابت توضیحاتی که دادیم. من یک سوال داشتم ازتون. دیگه نیاز به کلاس کد بوک دیگه نیستش دیگه بعد از اینکه تایید مدارک اومدش؟ سوال من اینه. یه بار دیگه میپرسم. سوالم اینه که بعد از اینکه تایید مدارک ما اومدش میتونیم بریم امتحان بدیم؟ دیگه به ما نمیگن بریم لایسنس کد بوک برداریم بیاین، سرتیفیکیت کد بوک برداریم بیارین یا نه؟ دیگه نیاز هستش یا نه این کلاس دیگه همون چه بودیم؟ یعنی چی؟ من متوجه نشدم. دوستان قبلا اسکیل با فورچنج اقدام کرده بودن، اسکیل فورچنج بهشون میفرسته یک کلاس کد بوک رو میگذروندن خب تا اجازه امتحان بدن. کد بوک میرفتن هامبرگ کالج میرفتن. نه نه نه، الان شما مثلا الان جایی که شما اومدین این مؤسسه به شما یه نامه میده که آقا این دوستان در این مثلا مدت حالا 60 ساعت 70 ساعت کد بوک رو خوندن، اینا رو مثلا یاد گرفتن، به شما میدن. شما هر مؤسسه دیگه هم که برین، چه کالج باشه چه مؤسسات شخصی باشه چه نباشه، این جز قوانینشون نیست، جز پوینت‌های مثبتشونه که شما در حقیقت در کانادا یه دوره ای رو هم رفتید این کد بوک رو آموزش دیدید، این به عنوان یه پوینت مثبته. مثلا من یه توضیحی بدم ببخشید، چون من مراحل رو همین اخیراً چند ماه گذشته طی کردم، الان اخیراً یه دوره 12 ساعته کد بوک الزامیه برای کسی. نه نه نه، اون چیزی که 100 خورده ای از شما میگیرن، 300 خورده ای، آره، نزدیک 390 دلار باید پول سی اس ای بدیم اداره استاندارد. آره، دو تا چیز مجازیه. آره ببینید، من الان بذارین چون من خودم هم این رو رفتم ببینم من میتونم براتون پیدا کنم، حالا شاید دفعه بعدی براتون این چیزو پیدا کنم. این دو راه داره، یا اینکه شما این دوره رو از خود سی اس ای گروپ برین، یا اینکه این دوره رو مثلا توی هامبرگ کالج برین یا مؤسسات دیگه. شما میتونین باهاشون تماس بگیرین و بپرسین، چون من خودم این دوره توی سی اس ای رو نرفتم، من مثلا هامبرگ کالج رفتم، چون این فقط یه پول اضافه میدین و هیچ فایده هم نداره. این را میتونین زنگ بزنین سوال کنین که مثلا مؤسسات دیگر رو هم قبول میکنن یا نه، و یا اون دوره 12 ساعته رو اگر دیدین دیگه مجبورین از همون سی اس ای بگیر، ولی چیزی به شما آموزش نمیده در حقیقت، فقط یه پولی از شما میگیرن. من یه توضیح در این رابطه خدمت دوستان بدم و تجربه‌ای که من داشتم.
من یه سابقه کار از ایران آوردم، بعد چون اینجا خب کار الکتریشن میکردم به عنوان هلپر، از اون شرکتی که خودم بوده 8-9 ماه که کار میکردم یه نامه آوردم که شبیه همون نامه ایران که اینجا کارهای برقی رو کردم. بعد این دو تا نامه رو هم گذاشتم با همراه اون نامه ایرانم فرستادم واسه شون. دو تا هست داشت، یکی این که اینا اصلا زنگ زدم فقط با همین کارفرمای کانادای من و ازش پرسیدن کار شما سابقه کار اینا هستشون، هم تایید کرد و اصلا دیگه ایران هم زنگ نزدن. دو این که این کدبوک هم اصلا ازم نخواستن، یعنی دوره کدبوک هم اصلا من نرفتم و هزینه هم پرداخت نکردم و تایید شدم برای انجام امتحان. حالا این تجربه شخصی من بود، نمیدونم برای. نه اکثرا ببینین اینا نون قرض هم دیگه میدن یه جوری، ولی میگم من در حقیقت برای ثبت این دوره برای اینه که شما ثبت نام کردین و ما آمادتون کنیم برای امتحان. مسائل ثبت نام اینقدر پیچیدگی داره و هر نفری کیسای خاص خودش رو داره، برای همین کلیات همین چیزایی هست که شما میفرمایید. هر کسی با یه مدارکی فرستاده، شاید اصلا اون کسی که بررسی میکنه اصلا برای یه نفر بررسی میکنه، برای یکی دیگه مدارک این همان، یکیش تایید میشه یکیش تایید نمیشه. اینه که این ویزای توریستی مثلا طرف اقدام میکنه دو نفر تمام مدارکشون مثلا هم میره دو جا، یکی تایید میشه یکی تایید نمیشه. ولی اون کانسپتی که من عرض کردم خدمتتون، اگر اون رو داشته باشین، که حالا اگر خواستین دوستان شاید جدید اومدن من یه بار دیگه هم اون رو براتون نشون بدم، این در حقیقت ببینین این 6 تا آیتمی که در حقیقت من نوشتم، اگر شما این 6 تا آیتم رو درست انجام بدید و بفرستید همه تایید میشن. حالا این آیتمی که الان شما دارین دربارش بحث میکنید، بحث شما آیتم 5 سرتیفیکیت و دیپلمایی هست که از کالج و یا اسکول و یا همون CSA گروپ که در حقیقت به صورت آنلاین به شما درس میدن، این دو تا هم هست، یه 50 دلاریه و یه دونه اون چیزه. من مثلا توصیه میکنم اگر بتونید مثلا اون 50 دلاریه رو بگیرید که مثلا بگید از CSA هم مدرک نویگیشن گرفتم، دوره رو هم مثلا بگیرید، نامه‌های دیگه هم اگه دارید مثلا از کانادا بتونید یه نامه 6 ماه بگیرید، من فکر کنم تایید میکنم. ولی واقعا تو این قضیه خیلی چیز متقنی رو نمیشه گفت، حالا دوستان بیشتر تجربه دارن و هر کسی یه جوری عمل کرده و به نتیجه رسیده. تشکر آقای مرید، یه سوال داشتم خدمتتون. در خدمت شما راجع به استان نوا اسکوشیا هم اطلاع دارید قوانینش با آنتاریو چجوره؟ یکی یعنی آره ببینید مبان این کتابی که الان ما درس میدیم، این کتاب مال کل کاناداست، یعنی شما مال هر استانی که باشین امتحانتون و مبانی درستون یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا این که اون مؤسسه‌ای که اونجا از شما این امتحان رو میگیره اجازه میده که شما فقط در همون استان کار کنید یا در کل کانادا کار کنید، ممکنه استان‌های مختلف متفاوت باشه. درست. من توی هامبر کالج که بودم قبلا، بچه ها همه اومدن تورنتو ثبت نام کردن با اینکه یا کبک، یا امتحانشون رو کبک دادن یا اینجا دادن و همون اکثرا هم ردسیل گرفتن، برای کل کانادا هم معتبر بود. من حقیقتش میگم چون خیلی حالت ایالت در کانادا بعضی از قوانینشون کاملا متفاوته نمیدونم، ولی من فکر میکنم شما وقتی میخواین ثبت نام کنین توی اون منطقه خودتون، اونجا همه این موارد رو به شما خواهند گفت. اما کتاب، سوال و مباحث یکیه، ولی اینکه حالا اونجا به شما اجازه بدن با امتحان اونجا در کانادا کار کنید یا نه رو باید از همون ترید مربوطه اونجا بپرسید. بسیار. یه سوال دیگه داشتم خدمتتون. جانم. قبل از گرفتن به اصطلاح این رد سیل یا لایسنس، امکان کار به چه شکل هست؟ یعنی فقط به صورت کارآموز؟ کارآموز. محدودیتی نداره؟
اصلا رزومه کاری که به شما میدن اینجا نمیتونن شما بگن اینجا به عنوان الکتریشن کار کردی، لایسنس نداشتی که، اون شرکت اصلا اجازه نداره. ولی خود من به عنوان کارآموز گرفتم از کارفرمای کاناداییم. میتونی به یه شرکت مراجعه بکنیم و شروع به کار بکنیم به عنوان کارآموز، درسته؟ بله. ببینید شرکت های کانادایی معمولا تا شما این لایسنس رو نداشته باشید به شما اجازه کار نمیدن. این داستان پی انج، یعنی بهت میگه آقا پی انج داری، میگی نه، بعد میری میگه باید یه سال کار کنی تا بهت پی انج بدم، بعد میری کار میگیری میخوای بکنی، میگم باید پی انج داشته باشی. این حالت مرغ و تخم مرغ، پی انج و کار، یه سال سابقه کار، در حقیقت توی الکتریشن هم این همین حالت هست. ولی معمولا پیمانکارهایی که کار کانستراکشن میکنن اینا خیلی براشون مهم نیست. یه نفر رو میگیرن که لایسنس داشته باشه، اون کار رو بتونن بگیرن، سه چهار نفر رو دیگر رو میگیرن زیر نظر اون لایسنس کار میکنن و در حقیقت همونی هم که لایسنس داره میتونه به شما این نامه رو بده و منم همین کار رو کردم. درست. ببخشید برای همین کانستراکشن که فرمودین میتونه نامه رو بده، باید یک نفر باشه مدرک کانستراکشن داشته باشه؟ نه اصلا مهم نیست مدرکش، مهم اینه که زمینه کارش برق باشه یا خودش لایسنس داشته باشه بگه من برای خودم کار میکنم و ایشون هم برای من کار میکرده. یا اینکه شرکتی که داره شرکتش برقی باشه در حقیقت، چون توی کانادا شما حتما اون پرپس کمپانی که تاسیس میکنید رو مینویسین و اعلام میکنید و جالبه که نمیتونین مثل ایران یه شرکت میزدن هم مراسم عروسی و ازدواج برگزار میکردن هم کارهای سکوهای نفتی رو انجام میدادن، همش هم میتونستن توی این مثلا رزومه مینوشتن توی شرکت. ولی اینجا نه، محدودش میکنن. مثلا شما وقتی در زمینه مالی کار میکنی یه دفعه نمیتونی بیایی توی بخش مهندسی، ولی همین که این شرکت یه شرکتی که به عنوان شرکت مهندسی رجیستر شده باشه برای اونها قابل قبوله. شرکتی اصلا بر رنوویشن باشه عالیه. اصلا کار رنوویشن یکیش برقه، اصلا بهترین شرکت های رنوویشن هم درست. اصلا اون شرکت های رنوویشن هم میتونن به شما گواهی بدن برای پایپینگ، هم میتونن بدن برای اچ‌وک، هم میتونن بدن برای الکتریشن. خیلی ممنونم، تشکر. دیگه پیدا کردی چیزی شد دیگه، سوراخ شو پیدا کردی. خیلی خوب. خسته نباشید، یه سوال پرسن خیلی تو این کلاس ها ضبط هم میشه؟ کلاس های آموزش، دوره های آموزشی که بعدم بتونیم مرور بکنیم؟ نه توی اون دوره آره، یعنی مثلا اگر شما یه جلسه رو نرسین ظاهرا یه جایی هست میتونین برین بخونین. ما خودمونم حقیقتش تو همون هامبر کالج تو همون مدتی که درس میخوندیم توی همون وبسایتشون ما یه جایی بود که میتونستیم بریم چیز کنیم. ولی من واقعا پیشنهادم اینه کلاس‌ها رو از دست ندین، برای اینکه وقتی سر کلاس هستین اون موضوعی رو که نمیفهمین همونجا سوال میکنین و وقتی که بفهمین دیگه هر نوع سوال هم بخوان تغییرش بدن شما میزنین. برای همین این مشکل رو پیدا خواهید کرد اگر نرسین به کلاس. دوباره من باید توی وقتی میخونین سوال دارین دوباره مثلا یه جلسه بذارم برای این قضیه. ولی الان نهایتاً هم میذاریم جلسات رفع اشکال جداگونه میذاریم، ولی اصلا الان به این فکر باشین که حتما ساعتاتون رو جوری با خانم حیران هماهنگ کنین که واقعا همه تون بتونین تو اون ساعت بیه. خدمت ببخشید من یه چند تا سوال داشتم. شما میفرمایید اگه نمرم هلوش 60 بشه و فقط به اون مدرک میدن، بعد با اون مدرک جایی فقط میتونیم استخدام بشیم یا بیزینس نمیتونیم بزنیم؟ چون من شنیده بودم اول که رد دیلدا گرفتیم 3 سال بعدش میتونیم داد اگه تو همون فیلد باشیم بریم برای مستری. ولی حالا اگه چیز بشه آیا جبرانی داره که بتونیم بشیم بعدن بعد مستر؟ آره میتونی دوباره امتحان بدی بالای 70 بشی که ببینین فرق بین رد سیل با مستر متفاوته. شما بالای 70 از این امتحان که نمره بگیریم به شما مدرک رد سیل الکتریشن میدن، یعنی در تمام کانادا میتونید شما کار الکتریشن بکنید. بله
رد سیل بودن با مستر بودن دوتاست. آها، ولی فقط بعدا میتونیم ما امتحان بدیم که رد سیل بگیریم کراس کانادا. اصلا شما باید از همین الان به عنوان یه ایرانی فکر کنین که شاید اولمون من اون امتحانتون بخواین بشین، اصلا بالای 80 فکر کنین، به این که رد سیل بشین یا نشین فکر نکنین. بعد سوالا در کلاسایی که میفرمایید آنلاینه دیگه؟ یه لحظه من احساس کردم. بله بله، کلاس ها آنلاینه و امکان برگزاری جلسه ورکشاپ نیست. من دوست داشتم توی پروژه‌ای مثلا باشه، ولی مثلا خود هامبرگ کالج جایی رو داره، مثلا شاید میشد صحبت کرد، میرفتیم اونجا تقریبا اسکلت فلزی و اسکلت چوبی و بتونی رو داره و آیتمایی که معمولا شما سر و کار دارین رو اونجا نشون میده آیتم ها رو، ولی من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم با شکل و با عکس و این چیزا این مسائل رو جبران کنم. مضافر این که واقعا برای امتحان شما احتیاج به این چیز ندارین، به کلاس عملی ندارین و پاس کردن امتحانتون خیلی مربوط نمیشه که شما واقعا کلاس های ورکشاپ داشته باشین. من حالا نمونه سوال ها رو از جای مختلف تهیه میکردیم میخوندیم، مثلا بعضی وقتا سوال ها اصلا برامون مفهوم نبود، یعنی حتی با کسایی هم که یه مقدار زبانشون خوب بود یا یه مقداری هم دانش فرق داشتن صحبت میکردیم اونا هم گیج میشدن. بله من عرض شما بودین من الان کلاس رو؟ بله من عرض. اون قسمتی رو که من توی مبانی اصلی در حقیقت امتحان من عرض کردم خدمتون، تقریبا اون آخرین اسلایدمون بود، اون در حقیقت همین رو من عرض کردم خدمتون. ببینین یکی آیتم چهارش اکسپیریانسه، این آیتم چهار در حقیقت نه تو هیچ کتابی پیدا میکنید، نه تو هیچ منبعی پیداش میکنید و نه با هیچ کلاس اجرایی و چه میدونم کلاس چیزی. اینا مواردیه که شما به عنوان یک الکتریشن در حقیقت باش مثلا برخورد کردید در طول این مدت و مثلا ممکنه از شما سوال کنن. مثلا رو مین پلیت یک موتور مثلا کدومی که از این مواردی که ما میگیم حتما هست، این چیزی نیست که مثلا توی هیچ کد بوکی باشه یا هیچ جایی باشه و میان مثلا چهار تا شکل مین پلیت به شما میدن یا اینکه چهار تا ولتاژ و آمپر و هرتز و اینا رو به شما میگن، میگن مثلا کدومی که از اینا حتما برای روی موتور حتما مثلا روی همه مین پلیت ها هست. بعد شما باید بتونین بر اساس تجربه‌ای که موتور دیدین و کار کردین و مواردی که میخواین سایزینگ برای کابلش و چیزای دیگه‌اش انجام بدین، برای اون ازتون سوال میکنن. اینه که اون سوالایی که میفرمایید دقیقا همونه. ما سعیمون اینه که واقعا اون سوالایی که توی این دوره‌های اخیر اومده در رابطه با مسئله اکسپیریانس، اونا رو روشون کار کنیم و چند تا نمونه ازشون بیاریم و امیدواریم که دیگه خیلی بیشتر از اون محدوده رو عوض نکنن و همون سوالات رو از شما بپرسن. بله واقعا این سواله یه مقداری چیز، مثلا دیشب من داشتم یه سوالی هم میخوندم که در مورد افت ولتاژ بود، میگفت دو رشته سیم 12 را چند متر با ولتاژ 12 که 2% هم بود بکنه، ولی جدولمون مثلا 1% بود توی کد بود. نه اون که ریاضیه، اون قابل حله، اون مشکل اون این اکسپیریانس نیست، اینو میگی. یعنی اصلا نباید میرفتیم ظاهرا سر جدول چیز جدول تو کد بود، باید همون من نهایی که بعدم متوجه شدم باید با همون حالت تناسبی حلش میکرد. مثلا بعضی وقت خیلی سوالا رو میان انحرافی کار میکنن. بله بله. نه من جسارتا عرض کنم اتفاقا تو کد بوک چون من این دوره سی اس ای رو اجبارا گذروندم، زیر همون جدول نوشته اگه ولتاژتون فرق کرد
اون 2% و عدد رو ضرب در 2 بکنید. اتفاقا زیر اون جدول مشخصا نوشته. اصلا ما افت ولتاژ رو کامل بهتون درس میدیم. شما در افت ولتاژ هم درس، ما اون جدولی که داریم برای 1% و 120 ولته. حالا هر ولتاژ دیگه‌ای داشته باشید، در حقیقت تقسیم میشه اون ولتاژ به 120 و هر عدد دیگه غیر از 1 هم داشته باشید ضرب میشه. مثلا 3%، 5%، آره ضرب میشه. اون ولتاژش هم در حقیقت بر 120 اون عدد تقسیم میشه. یعنی این دو تا فرمول برای افت ولتاژ هست که هر دو تا فرمولشو و اون جدولشو کار میکنیم. نکات انحرافیش هم تا اونجایی که میشه بهتون خواهیم گفت. دوستان دیگه سوالی دارن؟ اگر نه که من خدای بزرگ من یه سوال راجع به مستر و جرنیمن خواستم بپرسم که این یعنی چی میشه که مستر میشیم و وقتی ما جرنیمنیم چه کاری نمیشیم؟ بعد از اونی که 300 بعد از اونی که 309 رو گرفتین معمولا 3 سال بعد شما امتحان مستر میدین. خب یعنی میگم ما به عنوان کسی که جرنیمن هستیم چه اختیاراتی رو نداریم که مستر داره؟ هیچی، فقط بس سر پایه حقوقه. ببینید شما الان مینیمم حقوقی که شما با 309 میگیریم حداقل 30 دلاره. بله. و تو اون شرکت باید 2-3 سال با این مدرکتون کار کنین تا شما رو به عنوان فورمن و یا به عنوان مدیر مثلا کانستراکشنشون بتونن بپذیرن. معمولا توی پروژه اجرایی مثلا یه کاندو میخوان درست کنن یا یه کامرشیال بزرگ میخوان درست کنن، مدیر برق یا اون ناظر یا اون کسی که از طرف دولت میخواد سوپرویژن بشه یا از طرف مشاور و کارفرما میخواد سوپرویژن بشه، اونا رو معمولا از مسترها انتخاب میکنن. به اندازه شما سواد دارن ولی پای حقوقشون از 40 مثلا شروع میشه و اونا ببینین اصلا من با همین 309 الان بچه ها با 40 دلار و 45 دلار هم دارن استخدام میشن و کار میکنن. در نتیجه این قدم اول برای تمام این کارها، هم امتحانش از همه راحت تره، اپروف شدنش راحت تره و ورود بازار کارش برای شما راحت تره. بعد از اون وقتی که تصمیم خیلی اصلا ممکنه برین برای خودتون کار کنید و به چیزای دیگه اصلا احتیاج نخواهید داشت، تا آخر عمرتون هم با همین مدرک براتون کفایت. ولی حالا اونایی که جوانترن سالهای بیشتری رو میخوان کار کنن با پستای مختلف میتونن بعدن روی مستر و یا چیزای دیگه هم فکر کنن. البته یه اختلافی هم داره بین مستر و لایسنس، این که کسی که لایسنس داره اینسپکتور رو نمیتونه بوک کنه برای جاب. عرض کردم اینسپکتور بوک بکنه. شما اون کسی که مستر میشه حداقل باید 3 سال از زمان 309ش گذشته باشه، بعدن میتونه اپلای کنه برای مستر بودن. ولی 309 رو معمولا نمیگیرن برای کسی که مثلا میخواد سوپرویژن بشه یا میخواد فورمن بشه. شرکت ها معمولا قانونی ننوشته که نمیتونه، ولی معمولا نمیکنن این کار رو و مستر میگیرن. اونم لایسنس فرق نمی کنه، هر دو لایسنس هم، ولی پوزیشن هایی که میتونن بگیرن فرق میکنه. مثلا برای مدیریت پروژه شما فکر میکنید چند تا از مدیر پروژه ها در کانادا همه پی ام پی دارن؟ شرط لازم برای اینکه مدیر پروژه پی ام پی داشته باشه نیست، ولی اونایی که پی ام پی دارن خب پای حقوقاشون بالاتره و راحت تر میگیرن و بعضی از شرکت ها اجبار میکنن که شما باید پی ام پی داشته باشید. دقیقا، و بیشتر بحثم برای این بود که اگه بیزینس خودتو بخوای ران کنی عملا نیاز به یه مستری داری که اگر یه جابی رو میگیری اینسپکتور میخوای بوک کنی برای اینسپکت جابت، خودت نمیتونی اینسپکتور بوک کنی به عنوان لایسنس. یه مستری باید برای تو بوک کنی. نه شما وقتی که یه جاب میگیرین، نه منظورت اینه که کانترکت بگیری یا بری کارمند بشی؟ نه
کانترکت بگیری، بیزنس خودتو مثلا یه جاب آره خودت خود داری، شما با همین 309 تمام کارا رو میتونین انجام بدین. اما کسی که میاد برای شما کار اینسپکتوری انجام میده اون باید مستر داشته باشه. دقیقاً، یعنی بوک کردنش رو اون مستر باید بوک کنه که یه دونه اینسپکتور بیاد از جاب تو بازدید کنه که اپروف کنه جاب تو رو. یعنی خودت نمیتونی زنگ بزنی یه دونه اینسپکتور بوک کنی برای جاب. کانترکتور میتونه، کانترکتور میتونه درخواست اینسپکتور کنه. بله. برای تایید. بله. ولی اون کسی که میاد باید مستر باشه. بله. زاست من یک دقیقه صحبت کنم. بله خواهش می‌کنم. من مطمئن نیستم ولی چند ماهی هست اینجا دارم کار میکنم و دوستی که دارم کار میکنم مستر الکتریشنه، به من اینطوری توضیح داد که برای امتحان مستر الکتریشن شما باید یه سری درسهایی رو امتحان بدین که بیشتر مدیریتی هن و بیزنس محورن که مطمئن بشن شما از نظر بیزینسی میتونید یه بیزنس رو هندل بکنید با اون لایسنسه و بعد میشین مستر. و مستر کسیه که میتونه رأساً یه شرکت الکتریکال ثبت کنه و از طریق اون شرکت کانترکت ببنده. نه اصلا به من اینطوری گفتن. گفتن که لایسنس الکتریشن نمیتونه بیزینس شخصی داشته باشه و مثلا نمیتونه کانترکت ببنده و نمیتونه اینسپکتور درخواست بده، حتما باید یه مستر الکتریشن که شرکت داره این کار انجام بده. نه شما شرکت رو میتونید ثبت کنید، اما اینکه نوع کارهایی رو که به شما میدن بر اساس سوابق کارتون و لایسنستون اون یه بحث دیگه ایه. ولی شما با مدرک لایسنسی که دارین شرکت میزنین و با همین شرکتتون هم کار میکنین، احتیاجی هم نیست مستر بگیرید. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. یه سوال من داشتم. چون سلایدی که مدارک رو نوشته بودیم، استاتوس حضور تو کانادا مهمه؟ یعنی حتما بایستی اقامت دائم باشه یا با جاب؟ نه شما یا باید به صورت مجوز کار داشته باشید یا پی آر و پاسپورت داشته باشید یا ریفیوجی باشید، یکی از این چهار حالت. ممنونم، متشکرم. ولی باز من این دوره ای که ما داریم، حقیقتش من این چجوری میتونیم الکتریشن بشیم مسائل حقوقیش و مسائل ثبت نامش رو با یعنی من فقط تا اونجایی که میدونستم گفتم، جزء دوره ای ما نیست. ولی میدونستم که چون بسیاری از سوالات برای همینه که اصلا ما چجوری میتونیم رجیستر بشیم که بعد امتحان رو بدیم، برای همین قسمتی از اصلا پرزنتیشن هم گذاشتم برای همین موضوع. سوال دیگه ای هست؟ بله یه سوال آخر. فقط که من نه شما اینو اطلاعات دارین یعنی که دوستان بتونه راهنمایی کنه، برای ثبت نام برای همین کالج آف تریتیک فرمودین باید آنلاین ثبت نام کنیم یا حضوری بریم؟ آنلاین مدارکتون رو کامل پر میکنین، آماده میکنین، اسکن میکنین، حتی یه حجم مشخصی داره، اگر مثلا حجمش بیشتر بشه تو دو تا ایمیل میفرستین، اونجا مینویسین مثلا بالاش ایمیل من اینه، شماره یک، شماره دو. حالا اون کسایی که برای ثبت نام خارج از این دوره، من حالا جداگونه در آینده در خدمتون خواهم بود ولی ربطی به این دوره نداره، ولی واقعا چون اینقدر سخت شده بعضی وقتا شما قبول میکنین کار رو انجام میدین و تایید نمیشه و بعد طرف فکر میکنه اگر خودش یا به کس دیگه داده بود این کار رو بکنه مثلا با پول کمتر یا اصلا پول نمیداد و این کارش انجام میشد و تایید میشد، هیچ جوری هم نمیشه ثابت کرد. برای همین واقعا اکثرا از این موضوع فرار میکنم، ولی من اون کسایی که بتونن تا اونجایی که من بتونم خودم کمک میکنم و در خدمتون هستم. خیلی ممنونم، تشکر. خواهش میکنم. دوستان اگر امری ندارین من شما رو به خدای بزرگ بسپارم. ببخشید فقط میخواستم بپرسم کیش دوره شروع میشه؟ دیگه این به همت شما بستگی داره و خانم حیران که زودتر بتونین جداول اسکیجول روزایی که میتونین بیاین، ساعتایی که میتونین بیاین رو به ایشون بدین، ایشون بتونه اینا همه رو جمع کنه. ما دوست داریم واقعا ساعتی رو انتخاب کنیم که همه بتونن حضور داشته باشن و توی اون ساعت و اون روز بر اساس اون چیزایی که خانم حیران هماهنگ میکنن به شما اعلام خواهند کرد.
اصلا نده تماس با خانم هیران کجا میتونیم تماس بگیریم چجوری؟ توی همین به اصطلاح تلگرام در حقیقت مال فناوران، شما اگر برین قسمت مهندسی لینک ثبت نام رو زده، میتونید لینک ثبت نام رو از روی همون انتخاب کنید و همونجا هم میتونید بنویسین که مثلا خانم ایران من میخوام با شما تماس بگیرم، ایشون به شما اطلاعات میدن برای تماس از همون کانال های تلگرامی فناوران. بله بله مرسی. امر دیگه ای؟ سوال دیگه ای؟ سلام جناب، خسته نباشید، ممنون که وقت گذاشتید. عرض بخیر که حالا ما برای شروع الان حالا ثبت نام بکنیم شما رو، کی باید توی اون کالجی که گفتیم برای ترک اونجا مدارکمون رو بفرستیم، کی اونجا اقدام بکنید؟ زمان ببین من یه بار دیگه اینو بگم، شما از الان که ثبت نامتون رو شروع می‌کنی ممکنه دو ماه تا دو ماه و نیم ثبت نامتون طول میکشه. خیلی ها الان هستن که مدارکشون رو دادن، خیلی ها هستن که قسمت اول رو اپروف شدن، منتظرن که برای قسمت دوم برن امتحان بدن، یعنی برن برای امتحان بوک کنن. اینا همه یه پروسه 5-6 ماه است که شما اگر در بهترین حالتش شانس بیارین یه دوره 4 ماه است که شما مدارکتون رو میفرستین، اونا اپروف میکنن، بعد شما پول رو میریزین برای به حساب برای امتحان، بعد اون امتحان رو که میخواییم برین بدین به شما با توجه به مناطق اطرافتون زنگ میزنین و اونا به شما میگن مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه ما وقت داریم. حداقل یک ماه تا یک ماه و نیم از روزی که شما زنگ میزنین به بعدش به شما وقت میدن، کمتر از اون هیچ کدومشون ندارن، بخاطر اینکه دوره کرونا اینا خیلی وقت امتحان برگزار نکرد، دولتی بودن همه و یه حجم بسیار زیادی از دوستان در حال امتحانن. برای همین دو ماه و نیم برای ثبت نام بذارین و یک ماه و نیم برای اینکه اون جایی که اونا میگن شما برین امتحان بدین، یه دوره 4 ماه است. یه تو این 4 ماه شما همراه با ثبت نام و جایی که انتخاب میکنید باید این دوره ها رو بگذرونین، تست ها رو بزنین، آمادگی داشته باشین که فرش برین سر جلسه امتحان. بسیار عالی. جسارتاً لینکش رو توی کانال تلگرام تو لطف میکنیم بزنیم اونجایی که ما دقیقاً باید اونجایی که بریم میترسم، حالا سایت های مختلفی باشه ما گمراه بشیم که کجا باید اقدام کنیم برای 309 که همزمان ما دوتا کار با هم ببریم جلو. ببینید این در حقیقت خود این وبینا بذاریم، من این رو ببینم، من میتونم برای شما 309 الکتریشن وبینار هست که این رو اگر من بتونم، شما الان توی کانال تلگرامی چجوری اومدین تو این جلسه؟ با لینک زومی بود که تو قسمت پایین اون پیام همون بر. توی همون کانالی که رفتین توی همون جا بالاش نوشته www.fanavaran.com و شماره تلفن داده 647-355-2255. نه اینو متوجه شدم که لینک دسترسی به شماره ما کاملا داریم. من برای اون که عرض کردم برای ثبت نام، نه به من، نه نه برای ثبت نام، برای ثبت نام یعنی 309 هستش که اون مدارک رو باید بفرستیم. نه اون که باید برین آنتاریو، من آوردم، من اونو گفتم، من اینو، من این لیست لینکی که داریم که متوجه شدم که چجوری تو دوره شما ثبت نام کنیم، منظور این بود که من اون برای اون اونو الان بنویسین آنتاریو کالج آف ترید، اینو باید بنویسین. منم که آوردم اینجا، شما بودین توی جلسه از اول؟ بله من از ابتدا نفر 4 5 بودم. ببین اینه دیگه، ببین من یه بار دیگه بهت نشون بدم، اینه ببین، آنتاریو کالج آف ترید، شما همینو توی اینترنت می نویسین این براتون میاد، بعد اونجا نوشته بسیارم. اپلای میکنین برای مثلا 309، فرماش هست، اینا رو مرتبا چیزاشو عوض میکنن و
میگم ثبت نام کردن، حالا کسایی که ثبت نام کردن دوستان اینجا هستن، خودش واقعا داستانای خودشو داره. پیدا کردن این فرما و این هر کدوم از اینا توی یه لینک هست و ولی چیزایی که باید انجام بدین رو من اینجا مخصوصا براتون نوشتم که بعدا با چیزی که توی لینک یوتیوب میذاریم دوباره چک کنین، تمام این مواردتون رو کامل گذاشته باشین. بسیار عالی. بعد سارتا یه کمک خیلی بزرگی میکنید اگر ما بتونیم فرمت اون نامه سابقه ها رو یه چون یا این واقعا شرکت فناوران برای ثبت نام هیچ چیزی رو قبول نمیکنه چون براشون مشکل ایجاد شده و هر کسی هم شما باید یکی رو پیدا کنید از بچه ها یا دوستان که چون ببینید فرمت رزومه هست، نحوه نوشتن، نحوه کاور لترتون هست، نحوه پر کردن این کپچارتتون هست و به اضافه فرمایی که باید بهش پیوست بکنید، اینا همه اینها خودش یه وقت میخواد و یه زمان میخواد که یک نفر این کار رو باید انجام بده. فعلا فناوران این کار رو قبول نکرده و من هم حقیقتش باید در آینده اگر بتونیم حالا کار رو شروع کنیم باید ببینم چقدر میتونم کمک کنم، ولی واقعا این چیزی نیست که در چارچوب این دوره که الان ما داریم انجام میدیم در خدمتون باشه، ولی کمک میکنیم. بسیار عالی. امر دیگه دوستان سوال دیگه ندارن؟ من میخواستم واقعا تشکر کنم از حضور همه دوستان، لطف کردن همه دوستای، چند تا از دوستای قدیمی و عزیزای خودم هم اینجا میبینم، همه لطف کردن، تشریف آوردن و امیدواریم که بتونیم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که من بتونم قول بدم بهتون توی همون امتحان اول شما بتونید مدرکتون رو بگیرین و پاس کنین، به شرط اینکه خوب بخونین و خوب گوش کنین و اون مواردی که توی امتحان میاد رو توی تستا بهتون میگیم کار میکنیم، بتونین فرش باشین و بتونین به خاطر بسپارین رو بزنین. من استاد ببخشید جانم بسخواهی میکنم شماره تماس خودتون هم اگه لطف کنید بذارید اجازه بدید این پایان بدم این رو بعدم خدمت شما عرض کنم. خب من از همگیتون خداحافظی میکنم، بعد چون کلوز کنم ریکورد رو، بعدم در خدمتون هست. جناب آقای معینی دست شما